بسم الله الرحمن الرحیم به نام یاد خدا موضوعی را که امروز میخوانیم داینامیک اینپوت است. خب داینامیک اینپوت برای ما شما حالت در روی صفحه نشان میده. فرضاً هر کمند را که ما شما تایپ کنیم، فرضاً میخوایم لاین بگیریم یا پولی لاین بگیریم یا رکتنگل بگیریم، فرضاً ما لاین انتخاب میکنیم، برای ما شما میگه specify first point، نقطه اول نشان میده. بعدا میگه به کدام زاویه یا به کدام طول و نقطه دومه. یا فرضاً زمانی که میخواین نوشته کنین رکتنگل میگیریم مستطیل، یا فرمان در قسمت نوشته میشه که آر ای سی یا چیزی که نوشته میکنین شما. خلاصه داینامیک اینپوت حالت را در روی صفحه برای ما شما نشان میده. خب قبل از اینکه محتویات از زیر بخوانیم، اول نحوه اجرای زیر مطالعه میکنیم که به چند طریق ما شما میتونیم که ایره آن و یا آف بسازیم. اول از طریق تولز قسمت تول درافتنگ سیتینگ انتخاب میکنیم، میایم در قسمت داینامیک اینپوت، این پنجره باز میشه. این طریقه اولش بود. طریقه دومش در کماند لاین ما شما نوشته میکنیم دی وای ان مود، زمانی که انتر کردین اینجا سی نوشته است. خب در قدم بعدی انتر نیو ویلیو فار داینامیک مود، ای سیر شما صفر بسازین، انتر کنید. خب حال داینامیک اینپوت آف شد. اگر شما لاین میگیرین دینج دیگه نوشته نمیشه و نه نشان میده به کدام طول یا به کدام زاویه و نقطه دوم نشان میده. خب طریقه سیومش در قسمت لفت هند استیتس بار هم ما شما داینامیک اینپوت داریم. خب در اینجا اول باید ما شما ای را افزود کنیم، یعنی در قسمت کستومایزیشن داینامیک اینپوت را کلیک میکنیم. اینه اضافه شد، داینامیک اینپوت در قسمت اضافه شد. خب اگر میخواستین که ای را آن و آف کنین، سر ازی کلیک میکنین آل فیلن آف است. حالتش چی است؟ آف است. کلیک میکنین آن میشه. زمان که میخواییم ملاین بگیرم اینه نشان میده که specify first line، نقطه اول نشان میده، طولش هم نشان میده، ای 41 و 42 سی 34 زاویش هست، زاویش هم نشان میده و میگه در نقطه بعدیش کدام نقطه است. همین ترتیب تا اخیر. یعنی ما شما به سه طریق میتونیم که داینامیک اینپوت را اجرا کنیم. خب این کماند انتخاب کنیم. اولش گفتیم در تولز در قسمت درافتنگ سیتینگ میایم داینامیک اینپوت انتخاب میکنیم، و یا هم میتونیم که او اس انتر آبجکت سنپ، آبجکت سنپ را انتخاب کنیم، این پنجره باز میشه، شما داینامیک اینپوت انتخاب میکنیم. طریقه دومش بود که ما شما در کماند لاین دی وای ان مود انتر میکنیم، و اگر قیمت ویلیویش سی بود خونه آن است، و اگر سی را شما صفر ساختین داینامیک اینپوت آف میشه. و طریقه سیومش هم طور بود که ما شما از قسمت پایین هم میتونیم که ایره آن و یا آف بسازیم. خب من در قسمت کلیک میکنیم، این پنجره باز میشه. اولش هست انیبل پاینتر اینپوت، یعنی زمانی که شما میخواین لاین یا رکتنگل یا هر کماند را بتین، بر شما کوردینات نشان بده یا نده. اگر کلیک بود نشان میده، اگر کلیک نبود نشان نمیده. فرضاً میخوایم ما یک خط ترسیم کنیم، این دیگه خط دارم نشان نمیده که به کدام کوردینات x y به کدام اندازه باشه، دیگه نشان میده که به کدام طول باشه، به کدام زاویه باشه، نقطه بعدیش. خب نیم دیگه قسمت ایرا پاس آن میسازه، اوکی میکنیم. حالا که شما هر کماند را که میگیرین برتان نشان میده. خب میایم در قسمت سیتینگ ازی میایم. خب در قسمت سیتینگ ازی فور سیکند اور نیکست پوینت دیفالت تو، برای نقطه دومی پولار فرمت باشه یا کارتیزن باشه. پولار به این مانه به هر طرف که حرکت میکنی به هر زاویه که میتی، یا کارتیزن فرمت باشه به این مانه که ای در پولار ست شده باشه، یعنی زاویه 90 45 30 270 180 به زاویه باشه. دیگه ریلیتیو کوردینیت یا ابسولوت کوردینیت باشه. ریلیتیو به این مانه که نسبت به یک دیگر، فرضاً از مبدا قیمت میتی دو واحد دو دو واحد، نقطه بعدی را که میتی نظر به می نقطه دو دو که گفتی نظر به می نسبت داده شو، یا از مبدا قیمت بگیره. خب اگر نظر به می نقطه باشه ریلیتیو میشه، و اگر میخوای که از مبدا باشه ابسولوت کوردینیت میشه. بعدیش است ویزیبیلیتی، چی رو نشان بده.
show coordinate tooltips. Tooltips chira mega ini qismati ki masalan specify first point ira tooltip mega ya farzan i coordinate nishon mega. Ya chias ya tooltip as. Xo'p. As soon as I type coordinate data. Se guzin as. Kodam az i bosha? Avvalish as as soon as I type coordinate data yani pesh as pesh nishon nata zaman ki man type kardam ba'd azu barma nuqta shuru nishon bita. Nuqta nishon bita. بعدش از when a command ask for a pint یعنی وقتی که کمانت برای من بگه که چی کود چی را انجام بده و بعدش از always even when not in command بدون کمانت هم اگر باشه نشان بده خب این از setting pointer بعدش از enable dimension input where possible خب زمان اگه شما کمانت میگیرین dimension را برتان نشان بده یا نده پس این را ان چک میکنیم فرضاً میخوایم که ما یک لاین ترسیم کنم نه نقطه اول نشان میده نمیگه که به کدام طول یعنی به کدام دیستنس و به کدام زاویه ایره نشان نمیده اگر خواستید که ایره نشان بده میایین در قسمت داینامیک اینپوت سیتینگ ایره چک میکنین کلیک میکنین حالا نشان میده و میایم در سیتینگ ازی وین گریپ استرچینگ دی قسمت اولش از show only one dimension input field at a time یعنی تمام تنها dimension یک dimension نشان بده یعنی طول برای من نشان بده فاصله رو نشان بده distance دومش از two dimension هم طول نشان بده و هم زاویه رو نشان بده بعدش از show the following dimension input fields simultaneously خب resulting dimension ایره نشان بده length change ایره برتان در نشان بده اولی نشان بده لند چند چند نشان بده زاوی ابسولوت نشان بده یا زاوی دقیق نشان بده یا ارک ریدیوس رو برام نشان بده خب فرضاً ما این شکل رو ترسیم کردم این رو که انتخاب کنم این رو که ما تغییر میتونم این رو لند چند میگه یا فرضاً اگر مکمل رکتنگل باشه رکتنگل ایره که ای طرف و طرف میپرین ایره بنامه لند چنجیات میکنم دیگه resulting dimension تاو حده که ما شما کلیک نکدیم فرضاً لاین ما انتخاب کردم نقطه شروع رو گرفتم تا حده که ما کلیک نکردیم ایره بنامه resulting dimension یاد میکنم یعنی نتیجه گیری میکنم خب میایم در قسمت جواب سنگ سیتنگ پس همی تو دایمیشن کلیک میکنیم اوکی خب می بعدش از شو کماند پرامپتینگ اند کماند اینپوت نیر دی کراس هیرز خب ای کماند چی وظیفه داره یعنی اصل کمانده را برای من نشان میده فرضاً ما اگه ای کلیک باشه فرضاً اگه نشان میکنم که رکتینگل یعنی میخوایم یک مستطیل ترسیم کنیم این قسمت نوشته میشه این رکتینگل اینه برای ترسیم میکنیم اما اگر ای تک مارک نباشه در صورت برای ما شما نشان نمیده اوکی کنیم حالا اگر من نشته کنم که رکتنگل این در قسمت پایین رکتنگل در قسمت نوشته میشه اما خود این قسمت برای ما شما نشان نمیده در کمند لاین نوشته میشه اما در قسمت صفحه نشان نمیده پس میم در قسمت داینامیک اینپوت این گزینه را اوکی میکنیم حالا اگر فرض نوشته میکنیم که لاین برای ما شما نشان میده بعدش از drafting tooltips appearance خب امی tooltips بر ما شما چیره خواهم نشان داده شوه یعنی علامات خط است اندازه است رنگ است ای با چی نوا باشن فرض اولش از کلرش است رنگ ازی است با کدام رنگ باشن اینه مثلا بی رنگ باشه هر رنگی که شما خواسته بودین با می ترتیب سایزش است خورد کلان بر اندازه که شما خواسته بودین ترانسپرنسی است اندازه روشنیش است که به کدام اندازه باشه بعدش از اوورراید ابجکت سناپ سیتینگ فور آل درافتینگ تول تیپس همی تغییرات را که آوردی بالای تمام از اینا بیه همی بالای ستاب اند گرید میه پولر ترکینگ ابجکت سناپ بالای تمام از اینا تطبیق شوه و بعدش از اگه ای کلیک باشه یو سیتینگ اونلی فور داینامیک اینپوت تول تیپس همی هر تغییرات را که میاری اگر سایزش تغییر میدی ترانسپرنسی تغییر میدی
قبلا در قسمت تغییرات دیگه که دوباره تغییر میدی. تنها بالا از امی دینامیك انپوت این تغییرات رو نماشا تغییرات تنها در قسمت نشان بده.